سلام، امروز شنبه 19 مهر ماه در سمت نو من فرنک سلیمانی، روناک فرجی، آرمان فرینیا و دیانا نامی عزیز مهمان شما هستیم تا از ادامه اعتراضات و اعتصابات سرسری بگیم. امروز روز جهانی دختر بچه ها یا کودکان دختره و دیانا نامی عزیز بنیانگذار سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد با ما هستند تا در این رابطه و همینطور کشتار معترضین در سنندج صحبت کنیم و آرمان هم قرار از مسئولیت اجتماعی که به عهده گرفته برامون بگه که اون هم تهیه فیلتر شکن مجانی برای ایرانیان داخل کشوره. امروز هم منتظر تماس های تلفنی شما هستیم. همونطور که گفتم امروز روز جهانی کودکان دختره و دختران ایران هفته هاست فریاد میزنن زن زندگی آزادی. با این شماره ای که میبینید میتونید تماس بگیرید و بگید به نظر شما برای توانمندتر کردن دختران کشوری که قوانینش ضد زن و ضد حقوق کودک، خانواده ها چه کار میتونن بکنن. این روزها با توجه به حال و هوای موجود نقش هنرهای اعتراضی پررنگتر از همیشه شده. هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان به سرعت نسبت به این حجم خشونت علیه مردم شریف ایران واکنش نشون میدن و از این جنبش حمایت میکنن. یکی از این هنرمندان فرزاد نوسیری رقصنده هستش. بریم این رقص زیبا رو ببینیم، بعدش برمیگردیم. نرفتیم میخواییم پس somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love باز هم اگر از این هنرهای اعتراضی زیبا داشتین برای ما بفرستین. خانم نامی عزیز خیلی خوش اومدین، آرمان جان خیلی خوش اومدی، خوش اومدونیم که دعوت ما رو قبول کردین، امروز همراه ما هستین و مخصوصا شما خانم نامی، هر دفعه که تشریف میارید اینجا ما واقعا دلمون قرص میشه از حضور شما. اگر که اجازه بدید طبق روال هر روز مروری کنیم به اخباری که پیش اومده این از دیشب تا حالا، از دیروز، برنامه دیروز تا امروز، که خب من میدونم روناک عزیز خیلی خبر داره از سنندج زیبای ما. روناک جان بگو، فقط خود صفت نکن. آره حتما حتما همینطوره. وقتی بینندگان عزیز ما رو میبینن واقعا انرژی میدن و این باعث میشه که خودمون رو قوی نگه داریم. اینقدر روناک اینجا گریه میکرد زار زار،
و واقعا تصاویری که به دستش میرسید منم میدیدم و منم همراهش که من یکم نگرانش بودم برای امروز، ولی دیدم که حتما که اون فیلم ها ویدیو ها و پیام های زیبا میرسه آدم مثلا انرژی میگیره خود به خود. عزیزان دوشنبه شب 18 مهر ماه با اینکه خب قطعی گسترده اینترنت وجود داشت توی سنندج، ولی خب ویدیوهای زیادی برای ما می اومد و نشون از این بود که شهرهای کردنشین، سنندج، سقز، مهاباد و کرمانشاه خیلی مردم طبق این چند هفته گذشته، این 4 هفته گذشته توی خیابونا بودن و ولی تمرکز نیروهای امنیتی توی سنندج بود. موتور سوارای زیادی توی سنندج وجود داشتن، تا نصف شب توی خیابونا بودن و مردم هم توی خیابونا بودن، مخصوصا محله های شهرک بهاران، 219 و شهرک دوشان، ویلا شهر و آپارتمان های مسکن مهر و عباس آباد و کارآموزی و شهرک زاگرس. محله های خیلی شلوغی بودن که توی سنندج دست به اعتراض گسترده زدن، ولی متاسفانه خیلی از افرادی هم که اصلا نبودن توی اعتراضات و تو خونه شون نشسته بودن، ماموران امنیتی با تفنگ های ساچمه‌ای و اشکاوه به شیشه ها تیراندازی می کردن و ممکن بود اگر کسی زیر پنجره ها می بود یه بلای سرش می اومد، یا کور می شد یا جونش رو حتی از دست می داد متاسفانه. و تخریب اموال عمومی بود به هر حال، خونه هایی بودش که ممکن بود خیلی معترض هم نبودن، ولی شیشه ها و درهای پارکینگ خیلی هاشون رو شکوندن و خیلی هم مجروح کردن. افراد خیلی زیادی توی بیمارستان کوثر و بعثت سنندج بودن متاسفانه و خیلی هم تو خونه از ترس اینکه برن بیمارستان و اتفاقی براشون بیفته وجود داشتن، ولی همچنان مردم توی خیابون بودن، همچنان داشتن. اگر اون ویدیو رو پخش آره. کنی خیلی ویدیو زیبا همچنان حال ما رو بهتر کرد، خیلی زیبا داشتن حمله میکردن. ویدیویی اگر... که مامورای امنیتی داشتن رفتن به سمت مردم، بعد همه نگران بودن، بعد یهو دیدیم دارن برمیگردن، یعنی اصلا سریعش فرار میکنن. خب خیلی جالب بود اینجا، ولی من اگر طبق معمول روزایی که رو پنل هستم بازداشت شد، اسامی بازداشت شده ها رو همیشه میگم چون خیلی مهمه به نظر من، ثبت میشه اسامی کسانی که بازداشت میشن مهمه. تعدادی زیادی از کارگران پتروشیمی دستگیر شدن: مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کوراوند، کامبیز محمدی، شاهین نجفی، احمد پور، شاهین نجفی بله، فرشید مرادی، علی شاپوری، امید و امید کوراوند و افراد دیگه مثل پیمان سالم، اسعد مفتاحی، پوریا پرهیزکار، مربی فوتسال در سنندج، دانیال صفدی اگه درست گفته باشم فامیلشون، دانشجو نقاشی دانشگاه سوهانک، میلاد فدایی از خودشون هم قبلا خبرنگار بودن، سبا شردوست، فرشته خراسانی در رزند، آنا رمضانیان در یاسوج، امین شریفی در مشهد، امیررضا دوزنده، الهام سالاری 33 ساله، آتیلا ارفعی 16 ساله در تبریز، سوران مبارکی 17 ساله اهل مبارک آباد، عابد توانچه و همسرش لاله محمدی در رشت در خونهشون دستگیر شدن و دختران هنرستان صدر رو هم بازداشت کردن. و این رو هم اضافه کنم که به دبیرستان اسمت و شاهد هوشمند سقز هم حمله کردن و دو معلم به اسم حلال فرجزاده و نگار افرا با دو گلوله و باتوم زخمی شدن و خیلی از بچه‌های دبیرستان رو دستگیر کردن. من فقط میخوام بگم که آخرین گروهی که به مدارس حمله کردن بوکوهرام بود بله، و متاسفانه ما از یعنی ما که نه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی از بوکوهرام هم یه پا و فراتر گذاشته. و حتی خبری که دیروز شنیدیم که یک بچه 7 ساله توی سنندج کشته شده هم در نوع خودشون برای اونا رکوردیه. حالا نمیدونم اون بچه دختر بوده یا پسر، ولی چقدر جالبه پسر بچه، چقدر جالبه که ما داریم امروز روز جهانی دختر بچه ها رو جشن میگیریم و یه بچه 7 ساله به دست مامورای امنیتی همون شهر کشته میشه. عضو یک گروه و دسته و حزب خاصه هم ساله میتونن جزو کنن. میگم دیگه به هر بر همین شما میگین که حتی تو خونه هم میشینی ممکنه تیر بخوره بهت و بمیری. بله دیدیم عکس‌ها رو میدیدیم که نشستن تو خونه‌شون
تو گله رو بستن به شیشه و پنجره و آینه توی خونه ها حتی شکسته شده. خانم نامی به یه دونه خبری امروز اومده که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اطلاعیه دادن که مدیران مدارس شدن بازوهای نیروهای انتظامی و نظامی و در راستای سرکوب دانش آموزان دارن عمل میکنن. شما که خودتون سازمان حمایت از در رابطه با کودکان هم فعالیت میکنین، میشه برام بگه این دیگه چه وضعشه؟ خیلی وضعیت اسفناکیه واقعا تو ایران که درست شده. خیلی مدیر سخته. مدرسه حالا ممکنه ما بگیم یه عده‌ای هستن که واقعا وابسته به دولتن و میخوان این کارو بکنن، ولی قطعا اینم میتونم بگم که خیلی ها تحت فشارن، حالا به هر دلیلی بخوان اخراجشون کنن یا تهدیدشون میکنن. همین مثل این در واقع اعتراف های اجباری که مردم رو تهدید میکنن، وادار میکنن. بله. احتمالا خیلی از اونا هم واقعا کسایی باشن که وادارشون کرده باشن. ما میتونیم بهشون تشویقشون کنیم، بگیم واقعا در مقابل مردم وای نستین، در مقابل دانشجوها و دانش آموزان وای نستین، شما کسایی هستین که در واقع باید از اونا دفاع کنین در مقابل خشونت و در مقابل هر نوع چیزی که اونا رو آزار اذیت بده. وقتی بهشون حمله میشه از طرف نیروهای رژیم، حالا پلیس یا بسیجی یا هرچی، در واقع مدیرای مدرسه و معلمان راستش میباید جلوی اونا وایسن و از دانش آموزان دفاع کنن، چون حقی که اونا میخوان، چیزی که میخوان واقعا حق اساسی بچه هاست، حق اساسی دانش آموزان. یعنی تمام خواسته این مدت رو نگاه کنین، علیه حجاب، خب دیگه دانش آموزان بچه حق پوشش، یعنی زن یا مرد باید آزاد باشه چی بپوشه، خب دانش آموزان این شعار رو میدن. بله. حق نظر باید داشته باشن و اینا رو وقتی ندارن میخوان سرکوبشون کنن. فکر میکنم باید تشویق کنیم مدیرا رو. یه نکته یا من الان یادم بود که حتما اینجا بگیم، توی صفحه هست توی توییتر یا اینستاگرام به اسم دادبان اگه اشتباه نکنم، بله وکیل دادبان، یه سری وکلا هستن اونجا اعلام کرده آمادگی که از همه چیزا. بعد گفتن توی این ماجرا اگر دانش آموزان زیر 18 سال دستگیر بشن وضعیت قانونیشون به چه شکله و توضیح کامل دادن. من اون پایین شماره تماسشون هم گذاشتم، گفتن که اصلا به هیچ کجای قانون اینا نمیتونن کودک رو بازداشت کنن و حتی به کانون اصلاح و تربیت بفرستن بابت این جرم، و اگر بچه هاتون بازداشت شدن سریعا با ما تماس بگیرید. یه تشکرم باید از این گروه وکلا بکنیم. من میخوام به این اشاره کنم که ایران از سال 1373 عضو کنوانسیون حقوق کودک هم شده، یعنی متعهد شده که دونه به دونه اون تعهداتی که امضا کرده رو عمل کنه و اجرا کنه، ولی متاسفانه میبینیم که اجرا نکرده. تعهد من... زیاد دادن دوستان دقیقاً، ولی من نمیدونم چرا عضو شدن و من از این خیلی متاسفم. 28 تا کودک تو این مدت کشته شدن. اون وقت صندوق کودکان در سازمان ملل یونسکو امروز یک دونه پیامه، من باید بگم شرم‌آور واقعا، فرستادن در اعلام همبستگی با این کودکان و گفتن که، من از رو میخوام بخونم، نوشتن که فکر ما با خانواده کشته ها، مجروحین و بازداشت شده هاست و در غم آنها شریک. یعنی این پیام از طرف یونیسف برای 28 تا کودکی که فقط فوت کردن، نه تنها بازداشتی ها و زخمی شده ها، فقط این پیام به نظر من اصلا کافی نیست و از سازمان یونیسف واقعا بعید همچین پیامی. باید عمل کنن، یه کاری رو اجرا کنن. من که خوندم یه لحظه مخم سوت کشید که آخه اصلا پیام ما در رابطه با کودک ها مگه فقط میدیم دیگه؟ بیانیه و پیام در رابطه با حقوق کودک دیگه صادر نمیشه همینطوری. کمترین چیز این بود که تحریم میکردن و اون امضاییو که ایران کرده تو سال 73 اصلا مینداختنشون بیرون و خیلی جدیتر و محکمتر رفتار میکردن. بله. بعد بگیم که کارگران آبادان هم اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت آبادان هم امروز شروع شده و سندیکای کارگران هفت تپه هم حمایت کردن از اعتصابات کارگران پتروشیمی و گفتن که دختران این سرزمین تصمیم گرفتن که همه چی رو عوض کنن. بله. پس ما هم به کمکشون. قشرهای مختلفی تحت فشار هستن، اول وکلا و کسایی که برای دادگستری کار میکردن و میدیدیم که بهشون فشار میاد، بعد محیط بانان رو دیدیم که اذیت کردن و در زندان کشتن، الان انگار نوبت رسیده به کنشگرای فناوری و تکنولوژی.
حتی ما کسایی رو میبینیم که با طرح صیانت که مخالفت میکنن باهاشون رفتارهای غیر قابل قبولی انجام میگیره. نمیدونم عکسا رو دیدین توی اینترنت که توی سطح شهر دوستان گرافیتی زدن رو در و دیوار نوشتن صیانت مساویس با ضمانت جنایت و خود این علامت وای فای که برای هر کسی بعد امید بخش باشه. چرا؟ چون که یک علامتی هست که ما رو به اینترنت آزاد و ارتباطات میرسونه، تبدیل شده به سیم خاردارهایی که در واقع بین ما قرار گرفته و ما رو نمیذاره که با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. یکی از کنشگران فناوری اطلاعات آقای وحید رجب‌لو رو میخوام نام ببرم که چندین بار هم مهمان شما شده. بله. این کارآفرین عزیز و هوشمند که حالا اگه اشتباه نگم صدها شاید هم هزاران نفر رو به کار که دوست دارن رسونده، این شخص رو هم مورد آزار و اذیت قرار گرفته و متاسفانه چند وقتی ازش خبر نداشتیم. توی اینستاگرامشون یه خبری اعلام شده که میگه که جای او امن است ولی به دلیل تهدیدها و فشارهای حکومت مجبور به حذف توییت‌های خود شده و حالا در مکانی نامعلوم مخفی شده و تمایلی به ادامه اعتراضات ندارد. این احتمال می‌رود که انتشار این خبر با فشار نیروهای امنیتی منتشر شده. همچین شخص که واقعا سر تا پا افتخاره چطور میتونه دست از اعتراضات بکشه؟ معلومه که دارین اذیتش میکنین، معلومه که دارین بهش فشار میارید و این غیر قابل قبوله. وحید رجب‌لو اگر که کسی از بینندگان ما نمیشناسه، من فکر نمیکنم واقعا کسی در ایران باشه که نشناسن، کارآفرینی هستن که با 98% معلولیت برای هزاران فرد دارای معلولیت هم اشتغال زایی کردن، هم سرویس رسانی میکنن و تمام عملکرد ایشون بسته به اینترنته. وقتی اینترنت از ایشون گرفته میشه، یعنی زندگی از ایشون گرفته میشه. من قبل از اینکه توییترشون رو پاک کنم دیدم که نوشتن که اگر قرار باشه اینترنت نباشه من ترجیح میدم بمیرم تا این تو این اتاق بدون هیچ فعالیتی بخوام ادامه بدم به زندگی. واقعا متاسفم. یه مقدار یه چیزایی بهتر بگیم. دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه تهران حرکت نمادین یه وایستادن کنار هم و کلمه خون رو نگاه کنین چقدر زیبا در اومده، چقدر زیبا کلمه خون رو به تصویر کشیدن. و اینکه شروین حاجی پور با اینکه داره برنده گرمی میشه ولی از طرف جمهوری اسلامی برای ترانه برای به فعالیت تبلیغ علیه نظام متهم شده. یعنی چی؟ یعنی جرمشون یعنی طبق تعریف احتمالاً جرمشون اعدامه، ولی حالا من میخوام ببینم کی حج جرأت داره همچین کاری بکنه. ولی خب اگر که موافق باشین بریم یه هنرمند اعتراضی دیگر رو کارشو ببینیم. یه هنرمند اعتراضی دیگر از ویدیویی تهیه کرده در رابطه با اعترافات اجباری صدا و سیمای منفور ایران. ببینیم، برمیگردیم بیشتر روز جهانی دختر بچه ها میگیم. دوباره بخونم. آیا از شرایط زندگیتون راضی هستید؟ بله از شرایط زندگیم راضی هستم. شما جزو کدام طبقه اجتماعی محسوب میشوید؟ متوسط. ببین خودت باش. دوباره بخون. بله من از شرایط زندگیم راضی هستم. من جزو قشر متوسط جامعه هستم. درآمد من برای زندگیم کافی است. من جزو قشر متوسط جامعه هستم. بله درآمد من برای مخارج زندگیم کافی است. بله من از شرایط زندگیم راضی هستم. من جزء قشر متوسط جامعه هستم. درآمد من برای زندگیم کافی است. بله من از شرایط زندگیم راضی هستم. من جزء قشر متوسط جامعه هستم. درآمد من برای زندگیم کافی است. بله من از شرایط زندگیم راضی هستم. من جزء قشر متوسط جامعه هستم. شرایط من برای زندگی عالی است. بله من از شرایط زندگیم راضی هستم. من جزء قشر متوسط جامعه هستم. درآمد من برای زندگیم کافی است. بله یه
یکی از یکی هنرمندتر بچه‌ها و جوان‌ها و زنان و مردان کشور ما. همونطور که گفتم روز روز جهانی کودکان دختر و دختران ایران هفته هاست فریاد می‌زنن زن زندگی آزادی. به نظر شما برای توانمندتر کردن دختران کشوری که قوانینش ضد زن و ضد حقوق کودکانه، خانواده‌ها چه کار می‌تونن بکنن؟ بریم با الهام صحبت کنیم از کرج. الهام جان سلام، خوش اومدی سمت نو. سلام، روزتون بخیر. سلام میکنم خدمت همه دوستانی که اونجا هستن. صدای منو داری؟ بله بله عزیزم، بگو که چی فکر میکنم. من متولد 60 هستم، 40 سالمه و من شاید یکی از اون دختران دهه 60 بودم که الان روزش هست. من همون دختری هستم که سال 67 و 68 با صدای آژی میرفتیم توی پناهگاه مدرسه‌مون، گریه میکردیم، تاریک بود، عذاب میکشیدیم، دلمون میخواست آزادی داشته باشیم. همه بیپولی ها رو دیدیم، همه بدبختی ها رو دیدیم، صف ها رو دیدیم، کوپن ها رو دیدیم و وقتی بزرگ شدیم هیچ وقت به حقمون نرسیدیم و اون زنی شدیم که شوهرمون تونست با قوانین جمهوری اسلامی ممنوع خروجمون کنه، با استفاده از امکانات ما مهاجرت بکنه به کانادا و ما اینجا بمونیم و الان از این انقلاب اسلامی، از این جمهوری اسلامی تو سری بخوریم. ما از زندگی چی نفهمیدیم؟ یعنی با حقوقی که جمهوری اسلامی به مردهای ما داد تو خونه ها کتک میخوریم، ممنوع خروج میشیم. چند تا برایه دارم، هیچ کس توی این مدت اینو نگفت. برای زنهایی که ممنوع خروج شدن، شوهرشون با لیسانس های اونا اقامت کانادا گرفتن و اونها توی ایران موندن. برای اون زنهایی که خونه کتک خوردن نتونستن مثل شما به جایی بگن به ما تعرض شده، به ما توی محلای کار تعرض شده. همین مؤمنایی که توی شرکت دولتی کار میکردن از ما هزار جور توقعات داشتن. ما هیچ وقت نتونستیم بگیم، شدیم زنهای آسیب دیده و افسردهی که الان تو خونه نشستیم از دست اختیاراتی که جمهوری اسلامی به مردهای ایرانی داد. ما خسته ایم، ولی چه سالمونه و روحیه نداریم مثل جوونا بریم تو خیابون. ملای قربونت برم الهام جانم، میدونم چی میگی ولی صبح میشه این شب، نگران نباش، همون حق و حقوق تو از هر کسی که ازت گرفته پس میگیری، من بهت قول میدم. نمیتونیم. بارها به آقای ترودو ایمیل زدم ولی قبول نکرد که ما اینجا داریم عذاب میکشیم. ما از قوانین جمهوری اسلامی نتونستیم گذر کنیم بتونیم به اهدافمون برسیم. وقتی ترسیدیم، وقتی دیدیم نمیتونیم تو ایران به چیزهایی که میخواییم برسیم، وقتی دانشگاهمون انتخاب کردیم که به کانادا بریم ولی آقای ترودو گفت فقط باید تو اون زمان لند میکردی. خیلی ناراحتیم و نمیتونیم، چون افسرده ایم نمیتونیم توی خیابون ها بریم. ملای قربونت برم، میتونیم، باور کن خواهر من، میتونیم، میکنیم، انجامش میدیم. سعی کن امیدتو نگه داری و سعی کن به دیگران اطرافیانت هم امید بدی. میدونم سخته، من همینجا اشک میریزم امید میدم ولی مواظب خودت باش. میبوسم. من گوش کردید ولی یک زن افسرده، یک زنی که دیگه نمیتونه قوی باشه، خیلی خسته است توی مملکت. ولی به زیبایی صحبت کردی، به زیبایی صداتو رسوندی به زنهایی که شاید مثل تو باشن، تجربه های مشابهی داشته باشن و حتما همین صداها کنار هم به فریاد تبدیل میشه. روزت بخیر باشه، خوشحال شدیم صداتو شنیدیم. وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدار. به نظر من زن ستیز ترین حکومت جهان جمهوری اسلامی دیگه، نه شاید توی موضوعات مختلف بشه از اون بدتر یا بهتر پیدا کرد ولی رو مسئله زن ستیزی فکر کنم از جمهوری اسلامی بالاتر نداریم دیگه. نه اگه افغانستان، من میخواستم اینو بگم واقعا که ما زنا اگه قرار باشه زیر بار این فشار احساس کنیم داریم پرس میشیم و نابود میشیم، نمیتونیم راه به جایی ببریم. واقعا لازمه ما قوی باشیم و بتونیم این ناراحتی و افسردگی رو به یک قدرت خودمون تبدیل کنیم، بتونیم مبارزه کنیم با این وضعیت. اینو تغییر بدیم برای خودمون. افسرده هاست که بریزیم وسط. یعنی اتفاقا الان اون وقت ماست، میدون ماست، فرصت ماست. همه مونو تبدیل کنیم به خرج. بهتون میگم روژین از سنندج داره اون دست. روژین جان سلام، خیلی خوش اومدی به سمت نو.
سلام عزیزم. سلام فرنک جان و آرمان جان. الهی قربونت برم. و دیان اگین و رون اگین. ای قربونت برم. عزیزکم. چقدر قشنگ. لسنی خوی نویزانم. قربونت برم. خزای تو. هیوا دارم سلامت برم. اول بگم که فندج واقعا خونینه. ولی مثل کوه وایستاده. دمتون گرم. آفرین. اینکه اینم بگم که اینترنت اینجا واقعا افتضاحه. من دیشب به سختی تونستم وصل بشم و برای آرمان جان ایمیل بزنم که متاسفانه دلیور نشد، نمیدونم چرا، و براشون توی اینستا دایرکت دادم. حالا امیدوارم که به دستشون برسه. حتما. یه پیامی برای جاش‌های سنندج و سقز دارم. تا زوده دست از خودفروشی و همشهری فروشی بردارید، چون بچه‌ها دارن دونه دونه شما خانواده هاتون رو شناسایی و ثبت می‌کنن. اگه به مردم خودتون برنگردین، حکومت شما رو با خودش غرق میکنه و سپر برای خودش میکنه. در مورد اعتصابات هم بگم، روزی که سنندج اعتصاب کرد حتی یه دونه مغازه باز نبود. یعنی اون مغازه دار بسیجی هم که از خودشونه جرأت نکرد در مغازش رو باز کنه. به خدا مردم سنندج پولدار نیستن، همشون زیر بار این اقتصاد ورشکسته کمرشون خم شده، ولی همشون با هم اعتصاب کردن. خیلی برام عجیبه شهرهای دیگه چرا اعتصاب نمی‌کنن. یعنی از شهر ما که بیشتر آمار بیکاری و فقر داره بدبخت‌ترید. آفرین. دیگه توجیهی نداره بگید بچه دارم و فلان نمیتونم جونمو به خطر بندازم. این دیگه اشکاور و گلوله باتون که نداره. این انقلاب پیروز بشه روتون میشه با مردم شادی کنید؟ واقعا اعتصاب کردن کم هزینه ترین شیوه اعتراضه. درست. روژین جانم، البته آبادان هم دیدیم، بازار تهران هم دیدیم، همینطور دارن اضافه میشن. من قبل از اینکه بیایم تو برنامه دیدیم علی کریمی عزیزم توییتی زده در رابطه با اعتصابات و دعوت کرده به اعتصاب. من مطمئنم که این اتحاد صورت میگیره. امیدتون از دست ندین. خیلی خوشحال شدیم صدای تو رو شنیدیم. متشکرم. ممنونیم. سلام منو به شاهو و سحر عزیزم برسون. من دست اول میرسونم بهش. قربونت برم. به این روحیه واقعا رو و از این دعوت کردن تمام شهرها به حمایت از هم دیگه و این اتحاد چقدر لازمه. حالا واقعا این موضوع خیلی مهمه که همین از هم دیگه حمایت کنن، پشتیبانی کنن. وقتش کارگرا به میدون بیان، به اعتصاب و تحسن کنن همراه با تمام شهرها. این یکی از ضروری های مهم این دوره است. درسته. و خیلی به این نکته جالبتر توجه کرد که کردستان، سنندج و شهرهای دیگرش جزو واقعا فقیرترین استانها و محرومترین ها هستن. کارخانه خاصی تو شهرهاش هستش، همه مغازه‌دار. گفتش که این شهرها با وجود این همه فقر اعتصاب کردن، شما چرا بازاریایی که مثلا تو تهران و شهر بزرگ هستید چرا نمی‌پیوندید؟ دقیقاً. بریم با امید عزیز از کرج. امید جان سلام، خیلی خوش اومدی به سمت ما. الو سلام، صدای منو دارین؟ بله بله، خیلی خوش آمدید. من سریع صحبت میکنم که وقت بقیه گرفته نشه. ممنون. اولا سلام میکنم خدمت شما و آقا آرمان و سایر مهموناتون. عزیزی. ثانیا قبلش یه عذرخواهی بکنم. من هر موقع برنامه سمت نو رو میدیدم میگفتم چهار تا دختر جوان نشستن چی میگن، دغدغه‌شون چیه. تا گذشت که این اعتصابات و این اعتراضا شکل گرفت، من یه دهه پنجاهیم، دیدم که چقدر این اعتراضا خواسته های مردم با حرفایی که شما این تو این دو سه ساله میزدین همپوشانی داره. دقیقاً دقیقاً. چقدر همپوشانی داره. شما چقدر آینده نگرانه کار کردید. من خودم یه دهه پنجاهیم، با بسیج و گشت ارشاد و تراشیدن مو تو خیابون و کندن نمیدونم یه مارک آدیداس رو لباسمون بزرگ شدیم. بله. فقط خواستم بگم به اونایی که زنگ میزنن ناله نکنیم، ما تو جنگیم، تعارف نداریم، تا تش وایستادیم. ما هم قرار ایران رو پس بگیریم هم خودمونو. بله. چرا خودمونو؟ منی که تا دیروز، من ازدواج نکردم، منی که تا دیروز بنور امثال من رفیقام به همسراشون میخواستن تو خیابون صحبت کنن میگفتن ببخشید شرمنده بیا، مثلا میگم منزل همرامه، روش نمیشد اسم زنش رو بگه. اینقدر تاثیرپذیری شما خوب بوده. از روزی که من اسم دوست دخترم رو تو گوشیم گذاشتم نفس، فقط رو من تاثیر نذاشتید. میبینم بقیه شون گوشی هاشون زنگ میخوره، یکی گذاشته مهربانو، یکی گذاشته عشق. میخوام بگم کارتون تازه شروع شده. ما ایران رو پس بگیریم. قربون شما برم. مرسی.
قربون اون عشقای تک تکتونم برم. ایشالله کوچه ما هم عروسی میشه. یک شوق تو چشه تک تکتون میبینم. ایشالله ما میبینیم شما رو از نزدیک میبینیم. در آغوش میگیرم اتون. میبوسیم اتون. قربونتون برم. خیلی ممنون. اتحاد و امید و نگه دارید. فقط انرژی مثبت. حتما. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. الهی فقط بگم بابا خیلی نکته مهمی رو که بحث کرد این بود که قبلا روشون نمیشد بگن دوست دخترم یا همسرم، ولی حالا میبینید زنا اولا اومدن تو صف اول، اون وقت مردا چقدر همراهی میکنن. این خیلی حرکت بزرگیه که در واقع به خود پایه‌های جمهوری اسلامی میزنه و این شعار زن زندگی آزادی نه تنها مردا، خیلی از زنا رو هم چیز کرد که در واقع تکون داد که ما تنها مسئله ما تنها حجاب نیست یا تنها پوشش نیست، بلکه زندگی کردنمونه، اصلا آزادیمونه، انسانی انسانیتمونه به همون نگرم، کرامتمونه، آره ناموسی نیستیم، منزل کسی هستیم، ما یک انسانیم، عاملیت زن بودن رو داریم، از همون نگیرم. دقیقاً. بعد حکومت هر چقدر گفتش که این مردم اصلاً زن ستیز هستن، این مردم اصلاً مردار فرهنگشونه، از اینجور حرفا، ما دیدیم که اینطور نیست. ما دیدیم که پسرها اومدن و جونشون رو از دست دادن، گفتن زن زندگی آزادی. و دیگه از این جامعه فمینیستر من واقعاً افتخار میکنم به مردم جامعه اتفاق فمینیست. سعید عزیز هستن از تهران. سعید جان خیلی خوش اومدی به سمت نو. خوش اومدی. سلام، خسته نباشید، خدمت آقا آرماز و دوستان عزیز که اونجا هستن. من یه خبر جدید میخوام بهتون بدم در باره موجه بده همه هموطنان عزیزم. صداتون یه ذره بد میاد، یعنی متوجه نمیشیم. یه بار دیگه از اول میشه لطف کنید؟ گفتن یه خبره؟ یه خبری دارید، درست؟ بله، صدای منو میشنوی؟ میشه دوباره تماس آره. بگیریم؟ سعید جان دوباره با ما تماس بگیری چون اصلا قطع شد پیامتون. من الان میرم با شاهرخ صحبت میکنم از تهران، ولی سعید منتظرتیم. شاهرخ عزیز خوش اومدی به سمت نو. سلام. نه قطع شد بس. شاهرخ جان سلام، خوبی؟ سلام، ممنونم، شما خوب هستین. قربانت. به همتون خسته نباشید میگم، عملکردتون فوق العاده است. فقط ای کاش برنامه اطلاعاتی که از مردم میگیرید یا گفتگوها بین این چند تا چرا قطع شد؟ صداشون روی اینجا قطع شد. صداش خودشون وصلن ولی صداشون چرا نمیاد؟ نه. آها میوت کردین. فکر کنم شاید شاهرخ جان ببینید گوشیتون میوت شده. چون وصلید ولی صداتون نمیاد بر ما. تماس بگیرن دوباره. شد. حیف شد. سونیای عزیز از رشتی جان قربان. سلام عزیزم. سلام عزیزای من. سلام قربونت برم. خوبی سی؟ به همه تون خدا قوت میگم و خسته نباشید میگم. من سونیا هستم. 36 ساله از رشت. بله. خواستم بهتون بگم من به عنوان مادر دو فرزند که هر دوشون دختر هستن، من خودم به نوبه خودم شرایط خیلی سخت و اسفناکی رو تو زندگیم گذروندم. من 19 سالگی تنها شدم و همسرم مجبور شدم به خاطر خانوادم که اعتیاد داشتن و همسرم که اعتیاد داشت، فرزندم اون 19 سالگی به خاطر فرق که حتی پول شیرو خشکشم که نداشتم بدم اونو به خانواده همسرم بدم که اونو نگه دارم و من 19 سالگی 6 ماه کهنه ببخش کثیف بچه‌مو بغل می‌کردم می‌خوابیدم و یک مادر به خاطر فرق بچه‌شو از دست داد و من بعد از اون 7 سال با یک به خانواده‌ام زندگی کردم که اعتیاد داشتن، برادرم به اثر مصرف منو میزد و من مجبور به ازدواج دوباره گرفتم و دوباره 10 سال ازدواج ناموفق داشتم و فرزند دومم ناخواسته به دنیا اومد. من زندگی منو به عنوان یک زن که همیشه به اسارت و تنهایی برد، بچه‌هامو چنان آگاهانه به دنیا آوردم و نگه داشتم. به دخترم دیروز گفتم که معماری میخونه، گفتم من راضی نیستم که هیچ کدومتون تو خونه باشید. اگر میخوام من سونیا بمیرم برای آزادی میمیرم.
از اینکه شجاعت داشتم که زمانی که هیچ کی طلاق نگرفت من طلاق گرفتم، این شجاعت من بود که نشستم زندگی کردم. من به عنوان یه فمینیست، به عنوان خشونت علیه بر زنان که تو خونه ها دارن چوب میخورن، تو اذیت میشن و تجاوز ها میشه سر کار، بابت هر چیزی که تو این دنیا من همه چیزو به چشم خودم دیدم، میخوام بهتون بگم تغییر از درون من آغاز میشه. تا من سونیا تغییر نکنم، جهان منو نمیتونم تغییر بدم. بلند شید، تو خونه نشینید، بلند شید بیایم بیرون، هممون هم صدا بشیم. بابا ما خودمونیم، ما هممون خودمونیم. کی من وقتی نگاه میکنم این ویدیو رو میگم کی رو میزنی؟ ما از خودتونی. بله ما شما رو بزرگ کردیم، مادرای ما شما رو بزرگ کرد. ما به شما افتخار میکنیم. وقتتون رو میذاریم. من مدام برنامه‌تون رو نگاه میکنم و واقعا بهتون خدا قوت میگم. ما به شما افتخار میکنیم. رشت خیلی شلوغ میشه. بله مردم رشت ما. چارای میکائیل و صابرین خیلی شلوغ میشه، ولی متاسفانه اینقدر گشت امنیتی ما زیاد هستن، نمیذارن هیچ فیلمی بگیریم. باشه سونیا جانم، اتحاد و امید و از دست ندین، همینجوری با همین قدرت ادامه بدین. قربونت برم. من مواظب خودتون باشین، مواظب اطرافیانتونم باشین. ممنون که زنگ زدی. مشتبه از تهران. مشتبه جان سلام، خوش اومدی به سمت نو. سلام، ممنون، خوش اومدی جانم. درود، بگو. درود به شما و برنامه خوبتون و مهمونه عزیزتون. قربونت برم. من یه جوان دهه‌شصتی هستم که نصف عمرش گذشته و تقریبا میشه گفت هیچی از زندگی من نفهمیدم تا الان. بارها به پدرم میگم بابا شما 40 سال پیش چه کاری کردین؟ چه انتخابی بود که شما کردید؟ این انقلاب به نفع کی بوده؟ به نفع مردم نبوده، به نفع حکی بوده، به نفع ما که انقلاب کردیم نبوده. به هنوز متاسفانه به اشتباهتون پر نبردین بعد از این همه سال. خیلی هاشون پی بردن، ولی خب دیگه الان وقت به نظر من ملامت کردن خودمون دیگران نیست، وقت اتحاده، وقت امیده. مشتبه جان تو به نظرت ما برای دفاع از دختران سرزمینمون در مقابل این حکومت زنسزی، توامند کردنشون در مقابل این حکومت که کودکان و حقوقشون از بین میبره، به نظرت هر کدوم ما میتونیم چیکار کنیم؟ خانواده ها چه میتونن بکنن برای دخترانش کشورمون؟ من درود میگم به زنان آزاده سرزمینم که واقعا غیرتمندانه، یعنی واقعا میشه گفت دیگه ما مرده هیچ حرفی نداریم بسه گفتن. واقعا زنان انقدر نترس و شجاع افتادن جلو، حقشون رو دارن میخوان. بله. دهه 80 همینطور. بله. واقعا خیلی خوشحال از این بابت، ولی از بابت هم از دهه 70 و دهه 60 و دهه 50 خیلی ناراحتم که ساپورت نمیکنه دهه 80 رو. بله. که اگه این جمعیت یه تشکل بزرگ تشکیل بشه، البته ساپورتشون اینه که دهه 80 و دهه 60 بزرگ کردن، ولی بله دقیقاً باید مراقبشون باشیم و برای رسیدن به حقوقشون بهشون کمک کنیم. مشتبه جان من از تو خدافظی میکنم، ممنون که با ما تماس گرفتی. سارا از تهران رو هم جواب بدیم. سارا جان خوش اومدی به سمت من. سلام علیکم. من بازم اومدم. صدای پر انرژی. من هر روز برنامه شما رو باید ببینم و یکی از چیزایی که تو برنامه شما دوست دارم اینه که همیشه نشون میده ما میتونیم زن باشیم و زنیت خودمون رو دوست داشته باشیم. من خودم تا 17 سالگی دوست داشتم همیشه پسر باشم. همیشه احساس میکردم که به من همیشه به خدا، چون برادرم داشتم 3-4، همیشه احساس میکردم اونا چه راحتم، من چرا محدودم. ولی الان با دیدن برنامه شما یه افقای جدیدی واقعا برام باز شده که میبینم که من میتونم زنیت خودم بپذیرم و به دخترهای اطرافم، چون خودم پسر دارم دختر ندارم، به دخترهای اطرافم میگم سعی کنید که همیشه خودتون رو دوست داشته باشین، جنسیت خودتون رو بپذیرین. و توانمندی هم یعنی همین که خانواده آگاه بشن، دختراشون رو تو سن پایین شوهر ندن، اجازه ندن هر کسی حرف مردم براشون مهم نباشه، دختراشون رو محدود به غیرت و اینا نکنن. حرف مردم دقیقاً حرف مردم رو تک تک ما اگه از ذهنمون خارج کنیم خیلی خوش چیز میشه، همه چی عوض میشه. به فکر آبرو اینجور حرفا نباشیم، به فکر عزیزامون باشیم. سارا جانم مرسی زنگ زدی، قربونت برم، مواظب خودت باش. اون که کرد با غیرت هم یه درودی میفرستم. ای جان اون شما ممنونم. خیلی ممنون سارا جان، دوستتون دارم، همگیتون رو میبوسم. مرسی، میبوسم. خدا نگهدار.
خب چه تلویزیون های خوبی، چه تلفن خوبی داشتیم. من اصلا خیلی از این رو به اون شدم. امروز 11 اکتبر توی تقویم جهانی سازمان ملل روز جهانی دختران زیر 18 ساله. این روز برای برابری جنسیتی، مبارزه با ازدواج کودکان، مبارزه با خشونت علیه دختران زیر 18 سال شکل گرفته. دیانا جان، من اول از همه سوال برنامه رو از شما بپرسم و بعد برسیم به 20 سالگرد سازمانی که شما به وجودش آوردین. به نظر شما خانواده ها چه میتونن بکنن در این حکومت ضد کودک، ضد حقوق کودکان، ضد زنان که بتونن توانمندتر کنن دختران ما رو؟ واقعا تو این حکومتی که هست ارزش زن به ارزش مخصوصا دختر بچه اینقدر پایینه، اینقدر پایینه که دختر بچه رو میفروشن. مثلا در خیلی جاها وضعیت جنگ تأثیر میذاره رو ازدواج کودکان، نمیدونم کودک همسری و خیلی مشکلات ختنه دختران، و اینا از مشکلات خیلی وسیعیه که که دامن خیلی از دخترها رو توی ایران گرفته و مخصوصا در مناطق فقیر نشین. این قوانین جمهوری اسلامی که بچه رو، دختر رو مثلا از سن 9 تا از 9 سالگی دیگه میتونه ازدواج کنه با اجازه پدر مادر، و از سن 13 سالگی این قانونیه دیگه، یعنی اصلا اجازه هم دیگه طبق قانون دیگه اجازه هم ندادن. آره میتونه. و این تمام قوانینی که جمهوری اسلامی گذاشته علیه واقعا انسانیت زنه، یعنی زن رو مثل یک وسیله که مال مرداست داره تحویل جامعه میده، یک کالاست. و در به همین دلیل از نمیدونم مهریه بگیر یا هرچی، تمامش مسائل، یعنی احساس میکنی زن رو مثل یک کالا داره میفروشه، سبک سنگین میکنن. خیلی از مسائل اینجور که سیستماتیک به طور روزانه از تلویزیون، نمیدونم کتابای درسی، از خود قوانین جمهوری اسلامی ببینی، اینا رو هر روز به زن میگه که تو جنس دومی. به قول همین دوستان عزیزی که زنگ زدن، خیلی وقتا به خود من حتی آرزو کردیم که کاش ما هم مرد بودیم، پسر بودیم، لااقل یه خورده از این آزادی ها و یا احترامی که مرد یا پسر بچه حتی تو خانواده داره ما هم داشته باشیم. حتی پسر کوچکتر از دخترها توی خانواده بهش میگن شما چوپان خاراتی، انگار خارا، معذرت میخوام اینو میگم تو تلویزیون، ولی انگار خارا گوسفندن، حیوانن، انسان نیستن. یعنی آره، حتی خانواده هم بعضی وقتا خود خانواده ها میشن این اهرم فشار برای اینکه دختره رو بی اهمیت و بی ارزش و سرکوب کنن. و مسئله دیگه ای که هست که خیلی مهمه اینه که ما خیلی وقتا میگیم آبرومون میره، نمیدونم این کار شرم‌آوره، بی آبرویه، و تمام آبرو و همه چی این خانواده ها به وجود دختران ربط داره. نکنه دختر باشن فقط مشکل آبرو نداره؟ مشکل آبرو نیست، اوکی، افتخار بعضی وقتا، افتخار برای بعضی. آره، پسر اگه سکس داشته باشه خارج از ازدواج افتخاره، پسر اشکال نداره، ولی دختر نمیشه، باید حتما باکره باشه، نمیدونم، و خیلی مسائل دیگه. به دختر مرتب سرکوب میذارن این کارو نکن، اون کارو نکن، این پوشش بده، این کفش بده، این آرایشت اضافیه، کجا میری، با کی میری، یعنی مرتب این کنترل و این دور حصاری که دور دختر بسته شده واقعا محدودیت‌های اجتماعی و کلتمه میزنه به جسم و به روح زن، به آگاهی زن. وقتی زن رو محدود کردن توی چارچوب خانواده و یه محل کاری که با هزار خطر حتی مواجهه، این خودش دیگه واقعا اعتماد به نفس رو از آدم میگیره. ولی خانواده ها چی میتونن بکنن؟ من یک بارم فکر کنم تلویزیون شما بود گفتم که مثلا خود جمهوری اسلامی خیلی قانونای ضد زن داره و خیلی قانونایی که برای سرکوب دخترها داره و زن رو جنس دوم و سوم یا هیچ کرده. ما خانواده ها نشیم بخشی از این قوانین جمهوری اسلامی و اونو اجرا کنیم توی خانواده. دیانا جون، شما فردا 20 سالگی سازمانتون دارین که توی این سازمان با تماماً با این جور موارد مبارزه کردین و سعی به آگاهی رسانی کردین و کمک. من خیلی بهتون خسته نباشید میگم بابت این 20 سال و واقعا افتخار نشستن و حرف زدن با شما. رونق جان شما سوالتون هست؟ آره حتما.
میخواستم اتفاقا من اینو بگم و تشکر کنم بابت کارهایی که کردین در این 20 سال و فردا هم سالگردش رو دارین انجام میدین. چه چالشایی تو مسیر داشتین؟ 100% 20 سال کم نیست، فقط خیلی زمان کوتاهی داریم. چالشمون مخصوصا ما تو انگلستان خیلی زیاد بوده، چون تنها این نبوده که خود تو خود جوامع ما بهمون میگفتن راجع به این مسائل حرف نزنین، چون باعث میشه که یا راسیستا تو انگلیس ازمون استفاده کنن، سوء استفاده کنن، نژاد پرستا، و یا اینکه بهمون میگفتن اصلا ای به ایراده، ما نباید اینو بگیم که احترام خود جامعهمون رو از دست ندیم. برای من مسئله این نبود که راسیست استفاده کنه یا بی‌آبرویی. به نظر من این بی‌آبرویی بود که دختر رو با زور ازدواج بدی، این بی‌آبرویی بود که دختر رو از کودکی ازدواج بدی. شرم‌آور. اینا شرم‌آوره. یا دختر رو بکشی به خاطر اینکه یکی رو دوست داره. مثلا این چیزای زیبا توی دنیا آره، و ما اومدیم با اینا مبارزه کردیم. حتی مبارزات ما نه تنها توی خود کمیونیتی های ما بیشتر شد، به وسعت بیشتری پیدا کرد و توی قوانین قوانین انگلستان، جمهوری اسلامی، آره، قوانین انگلستان رو به نفع بچه‌هایی که مخصوصا از کمیونیتی های کوچکتر میان عوض کنیم. ما به تازگی مثلا قانون ازدواج اجباری که 2014 اصلا شد جرم، ازدواج کودکان، بله، ازدواج کودکان که امسال سال تازه به قولی قانون شده ولی دیگه پراکتیک عملی میشه. عملی میشه. آره، مسئله تمام اینا رو تو سمت اندان اعلام کردیم. آره، ما فردا توی مراسم شما هستیم، اگر اجازه بدین یه برنامه کوچیک هم تهیه میکنیم و بعد در روزهای بعدی به بینندگانمون نشون میدیم. ممنونم آرمان جانم، خیلی وقتت کم شد، من معذرت میخوام، ولی سریع به ما بگو که داری چه میکنی، 3 دقیقه وقت داری، بگو داری چه میکنی. من شاهدم شبانه روز پای لپتاپ، واقعا شاهدم که چیکار داری میکنی. بگو برای بیننده های ما. ازم خدمت شما که من یه 3-4 روزیه رفتم یه سرور وی پی ان خریدم و دارم سعی میکنم که به داخل ایران فیلتر شکن مجانی برسونم. به به. بعد چند نفر تا الان وصلن؟ روز اول شروع کردم خودم به همه ایمیل ها جواب دادن، اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا رو جواب دادن و تا ساعت 3 صبح نشستم گفتم اگه به 100 نفر بفرستم دیگه مسئله ایرانو حل کردم. دیگه بقیه سرپایی. ولی فرداش یه ایمیل اتوماتیک درست کردم به نام getoutlinevpn@gmail.com، اگه دوستان بتونن نشون بدن. آره، یه ایمیل اتوماتیک هستش، هر کسی به این ایمیل میزنه این وی پی ان رو با کد اکسسش میگیره. که فرداش که من این رو آماده کردم، اینو ستاپ کردم، رقم 100 نفر من در یک شب تبدیل شد به 15,000 نفر در یک شب. و الان به رقم 55,000 نفر رسیدیم. سه شب 55,000 نفر رو به تو افتخار میکنیم. ممنونم، لطف داری. یعنی از روزی که این ایده رو گفتی و اینجا میچرخیدی که ببینی آقا من میتونم این کارو بکنم. روز اول هم یه خانومی از کرمانشاه بهم یه وایس داد گفت من وصل شدم آرمان، و فکر میکنم اون یکی از قشنگ ترین پیغامایی که کلا گرفتم. بعد هر کسی میخواد در مورد این پروژه بیشتر بدونه به من کمک بکنه، یه سری به اینستاگرام من بزنه و اونجا هم میتونه اطلاعات بیشتر رو بگیره. اون ایمیل اینستاگرام آرمان هست، آرمان الان اونجا نوشته میشه، آرمان فرینیا، درسته؟ بدون فاصله، آرمان فرینیا. آرمان جانم، پس اگر که بخوان به تو کسانی کمک کنن که بیشتر این کار پیش بره، هم باید با خودت تماس بگیرن، درسته؟ من خودم شخصا اول نفری هستم که کمک کردم و میکنم، بچهای مناتو همه میکنن. مرسی. دیانا جان، حرف آخر اگر دارین، ما یه دقیقه فرصت داریم تا خدافظی. من فقط اینو بگم که اوضاع ایران توی اینقدر به قولی در حال نوسان و تغییر هر روز، فقط اینی که مهمه واقعا مردم اتحاد کنن، با هم دیگه کمک کنن، کارگران و بقیه وارد بشن، فقط تنها جوونا نباشن تو میدون، و بلکه حمایت خانواده هاشون رو داشته باشن و حمایت همه مردم رو قوی باشیم و این دوران میگذره و امید به امید دیدار تو ایران، به امید دیدار تو ایران. من دنبال بلیطام میگردم، باور کنی
بدین یا نه. با این بهاری که میاد بهار واقعی بیاد. امیدوارم که برنامه روز زن رو تو ایران درست کنیم. من فقط اینو بگم، اعتصابات رو به اعتراضات گره بزنیم. این درخواست تمام کسانیه که ما دوستشون داریم. من خودم شخصا عاشق علی کریمی عزیزم و امروز ایشون هم این صحبت رو کردن، درخواست رو کردن. حرف علی کریمی رو زمین نندازیم و هم مراقب خودمون باشیم، بسیار مراقب دیگران اطرافیان خودمون باشیم، از همدیگه خبر بگیریم و اگر که جای اینترنتش قطعه، هر کس که میتونه از نزدیکانش به اون یکی خبر بده. فردا ساعت 3 بعد از ظهر باز مهمان خانه‌های شما هستیم. برنامه رو با پیام اتحاد توماج عزیز، یکی از اصیل‌ترین پسران ایران، به پایان میرسونیم. تا فردا مراقب خودتون باشید لطفا. فصل اتحاده، مرگ اختلافه، افتخاره، تکه کنم به هم وطن بشم تکه گاهش، شروع خروش و طغیان مردمه، چشم ساره، فصل سمزداییه، وسط باز و حزب باده، هر تفکری که داری با هر دین و آیین، کنارمون بیست سالها کنارت ایستادیم، ما نره خشم هزار بی صداییم، شورشی کمریشه یه انقلابی داریم، عرب و آشوری، ارمنی، ترکمن، مازنی، سیستانی و بلوچ و تالش و تات و آذری، کرد و گیلک، لور، فارسی، قشقایی، ما اتحاد رودهاییم، دریاییم، ورزشکار و هنرمند، دست فروش تا کاسب، از محصل و معلم، مهندس تا کارگر، میکنیم کرگوش دیکتاتور و با ساز حق، زن زندگی آزادی، میجنگیم تا پای مرگ، شونه به شونه، پا به پا، دیوار دفاعی، باورم به هم بستگی، مثل ایمان الهی، مثل مسخ دین، مثل مجنون، بی باکسینه چاکی میران، تومه مطیه این بیگانه ها نیم.